خب آقا، ای کسانی که میگفتید طالبان خوب شده، طالبان فلانه، آب و بست، بفرما. امروز در واقع الان یک شهریور سال 1401، 23 آگوست 2022. ببین این دیگه رسمی خبرگزاری تسنی و فارس و ایناست، دیگه مال مثلا بی بی سی و اینا نیست که بگه پروپاگانداست فلان. آب و بسته. پارسالی افرادی بودن، برخی افراد الان معرفی میکنم، میمدن میگفتن طالبان خیلی خوبه، اشرف غنی اینا بدن، خب و اگر آمریکا بره بیرون اینا بیان بهترن. آب و بست. هیچ که منو نمیتونه چیزی بگه. حالا الان سازمان محیط زیست گفته من میخوام جلسه بذاریم باشو، این هم من خودم هستم که میبینید طالبانی هم در واقع. آب و بسته الان من رو خبر برای شما میخونم، بعد میام سراغ این شخصی که پارسال یکی اوورده بود، یا مشهدیه رو آورده بود، الان نشونشه. آقای یک شخصی هست به اسم آقای محسن اسلامزاده آورده بود که به حسابی قشنگ توضیح بده که طالبان خواستش چیه. ما هم فهمیدیم طالبان، الان فهمیدیم طالبان خواستش چیه. یکیش اینه که قبلی ها لاغل میشد حریفشون بشی، زبون آدم میفهمیدن. اون اشرف غنی اینا میشد بری باشون حرف بزنی، یعنی کله خر نبودن اگر میشد مثلا یک تهدیدی فلان این حرفا. این طالبانی ها بهش چی بهشون بگی؟ بگی آقا باز گوری دفعه با کلاش میزنه. حالا ما هم موشک داریم، اشکال نداره. ولی خب حالا بیا جان، هم اگر این دو بار تا حالا خبر منتشر شده، خب چند بار پخش شده که آقا طالبان آقا میخواد منتشر چیز بکنه فلان، بعد یارو ذبیح الله مجاهد اینا رفتن چیز کردن، مثلا گفتن نه خیر فلان این حرف. ولی به خود ذبیح الله مجاهد هم جروزش برکنار شده، سخنگوی طالبان که یک چیز یکم خوشتیب تر از بقیهشون بود. خب اما این دیشب ما داشتیم راستش داشتم به این ابی و اینا میپرداختم که بمبگذاری شده، الانم هم خواستم همین کار رو کنم، بعد دیدم این خیلی خبر مهمتریه. ببینید سخنگوی محیط زیست این دفعه گفته، قبلا مثلا یه خبری بیومد، بعد همین یارو رفیق آیه چی، برای کسایی که ممکن اهالی افغانستان دارن میبینن، یعنی اهالی خراسان دارن میبینن، ممکن ایشون رو نشسته. ایشون یک شخصیه که از طالبان پارسال حمایت میکرد، خب به یک شخصی آورده بود به اسم محسن اسلامزاده، با جعفریان هم ایشون گفتگو کرده، اما بیشتر تمایلاتش به این مسائل طالبانی بود پارسال. خب بعد اومده بود این آی اسلام ساده رو میفرستاد برو تو اونجا فیلم بگیر نشون بده که آب بازه. خب قبلا زیاد تقلق بود، این موضوع مشخص نبود که حالا رسمی و فلان، اما الان محیط زیست این خبر رو زده، میتونید برید بخونید. فارس، مارس، تمام این رسانه هایی که رسمی هن این مسئله رو الان من نمیخوام از روش بخونم که مثلا چیز باشه، دیشب خوندم صبح خوندم. خب ولی اینجوری آقا جان یه مطلبی بگم، ببینید هر کشوری منافع ملی خودش رو در نظر میگیره، هیچ کسی چه آقای اشرف غنی باشه، چه آقای اشرف غنی باشه، چه آقای ذبیح الله مجاهد باشه، چه پادشاه قندهارشون آقای همین رئیس طالبانی ها، با هر کسی خخری که هست، خب اون نگاه میکنه ببینه مردمش چه جوری میتونه راضی نگه داره. آب برای ما نگه نمیداره که، میبنده یه دفعه و دستمونو میذاره تو حنا. آقا مردم سیستان بلوچستان برای من هر یه دونش، هر دهتاشون ولش کنه نگم چون ممکنه افراد خارجی هم ببینن. خلاصه آقا همینه، من خیلی دلگیرم از افرادی که پارسال میمدن و گفتن طالبان منافع ملی ما رو حفظ میکنه اگر بیاد سر کار. مثلا اشرف غنی و گروه جمهوریت مثلا خیلی ضد ایرانی هستن، ولی دیدیم که این من طالبانی هم که میبینید ملا هستم، ملا عرفان هستم، آبو بستم، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. میخواید چه کار کنید؟ بیاد با دمپایی و کلاش میریزیم سرتون، این آخر عاقبتتونه. وقتی به من اعتماد میکنید اینه، من امیدوارم باز بکنن، یعنی کار به چیز نکشه، وگرنه چیز میشه دیگه. این چیزی نیستش که بشه ازش شون بگید. یکی از دلایلی که مثلا در نظر گرفتن که اینا چیز بکنن همین مسئله محیط زیستی بود، چون الان همین جوریشون منطقه شمال سیستان و بلوچستان، در منطقه در واقع سیستان مشکل آبه. خب و یکی از ریشه اختلافات با اون گروه جمهوریت پارسال، حالا خیلی فکر می‌کنم مسئله آمریکا بود، در صورتی خیلی از ریشه‌های
ما با اون دولت اشرف غنی اینا همین این بود، این مسائل بود در واقع. خب یکی امنیت تو مرزها بود که مثلا مرز بانا رو فلان میکردن، یکی هم همین مسئله آب. البته من بعید حالا اینا که از حالا بودم مسخره بازی بود در واقع، ولی خب فکر نمی کنم که طالبان مسئله امنیتی هیچ وقت درست بکنه، هیچگاه، و وارد تنش بشه. به خاطر اینکه دفعه قبل که نابود شده، به خاطر یکی از دلایلی که نابود شده این بوده که سر چند تا چیزو بریده، دیپلمات ایرانی رو در اون استان میدونن دیگه، افغانی دارن یعنی مردم چیز افغانی حرف بدیه آجان، افغان به همین چیزی ها میگن، قندهاری ها میگن که پشتون ها هستن، در صورتی که اونجا یک سرزمین بزرگتریه که افراد دیگه هم توش هستن. مردم اونجا میدونن که در چیز اون منطقه شمال به سمت هرات و اینا چند تا چیز اون دوران قدیم سر بریدن افغان ها، چیزا طالبانی ها سر برده و طالبان اولیه پدر بزرگای اینا، خیلی هاشون هم همینان و همین آخوندزاده اینا اون موقع دادستان بوده چیز کردن. بعد این ایرانی عصبانی شدن موقعی که آمریکا حمله کرد، یکی از گروه هایی که کمک کرد به نابودی اونا همین دولت ایران بوده، در حکومت ایران بوده. الان دیوونه نیستن به مسئله امنیتی درست بکنن که. ولی این آبو حتی یه چیزی بگم، اینا یعنی کار خوبی که از دید خودشون کار خوبی کردن، یعنی آب قطع کردن بردن برای مردم خودشون. خب ولی خب بعد حق، یعنی آبی که از یه جای رد میشه یعنی قرار بوده بره توی یه جای دیگه، همش که برای تو نیستش که، اونجایش که رد میشه برای توه. حالا میخوای سد بزنی، برق درست بکنی که بدی به روستایی ها که بگن به به طالبان چقدر خوب است، این برات مسئله درست میکنه چند روز دیگه. حالا خواهید دید که اگر اینجوری ادامه بدید، من خودم باید بدونم که اگر ادامه بدم آب برق، این به زودی مسئله برای من درست میکنه. یعنی همون حکومتی که قبلا اون کار رو کرده الان مثلا میره در یمن و سوریه و موریه و فلان نرف و خیلی کارا میکنه، حتما میتونه تو قندهار از این کار رو کنه، توی کابل از این کار رو کنه. من دیگه دارم سربسته میگم، ای من ملا عرفان توجه باید بکنم به این مسئله. افراد دیگه هم که مالکشی میکردن برای طالبان هم باید توجه بکنن، الان باید پاسخگو باشن اگر طالبان این کار رو کرده. حالا که برای قرارم سراغ زبی الله مجاهد، خیلی آدم بالیه، یک خالی بند، یه خودش آدم اهل تفریح و ولا اومده میگم نه موسیقی حرام است. حالا بعد هم بیم سراغ تو این شو خبریه، نمیخوام به مسخره بازی بتالت کشیده بشه. این خبر اولی. آقا لینکاش مرکز خواستم میذارم، از خودم در نمیارم، بیا فارس مارس نمیدونم، خود چیز محیط زیستم من رفتم پیدا کردم، سخنگوی محیط زیست یارو تو مجلس، بیا من رو بخونم خسته کننده میشه، خودتون میتونید سرچ بکنید چیزی بکنید ببینید که. اما از من بشنید که واقعا داشتیم دیروز بوده 31 مرداد سال 1601، فعلا همین، خدا نگهدار، بای بای بای. امروز ساعت 9:30 صبح بود، نام من هم همین که میبینید اینم هست، ملا عرفان هم میتونید در زرگیر، فعلا خدا نگهدار.